مقامات اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای تلافی حمله موشکی سپاه پاسداران هستند. یوآف گالانت، وزیر دفاع این کشور می‌گوید ضربه اسرائیل چنان مهلک، دقیق و مرگبار است که حکومت ایران نخواهد فهمید از کجا خورده است. رژیم صهیونیستی در هر نقطه‌ای به منافع ما، به دارایی‌های ما، به شخصیت‌های ما و به شهروندان ما حمله کند، ما از مبدأ جمهوری اسلامی ایران او را مورد تهاجم متقابل قرار خواهیم. به باور بسیاری از کارشناسان، درگیری میان جمهوری اسلامی و اسرائیل شبیه جنگ ایران و عراق نیست. وظیفه ما عمل به تکلیف است. برخی از این کارشناسان میگویند این نزاع در ردیف جنگ‌های نوین و حتی نامتقارن دسته‌بندی می‌شود. توان نیروی هوایی، دسترسی به تکنولوژی، اقتصاد قوی، متحدان کارآمد و نفوذ اطلاعاتی از ارکانی هستند که وزن طرفین را در چنین جنگ‌هایی تعیین می‌کند. برخلاف جنگ‌های کلاسیک که تعداد پیاده نظام و لشکرها و تانک‌ها تعیین کننده میدان نبرد بودند، و از بین رفتن همه ما بیانجامد که البته این چنین نخواهد شد. جمهوری اسلامی با ضعف‌های عمیقی در نیروی هوایی خود مواجه است. در چنین شرایطی اعزام جنگنده‌های فرسوده نسل قدیم برای مأموریت‌های سخت ریسکی بزرگ خواهد بود. بخش عمده ناوگان هواپیمایی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی جنگنده هایی هستند که عمر آنها به 40 و حتی 50 سال می رسد. فراتر از اینها، اقتصاد بحران زده و عدم مشروعیت داخلی حکومت ملاها را در وضعیتی خطرناک قرار داده است. فراتر از ضعف‌های نظامی، اقتصاد بحران زده و عدم مشروعیت داخلی جمهوری اسلامی حکومت را در موقعیت بسیار خطرناکی قرار داده. هرچند جمهوری اسلامی تلاش ویژه‌ای را برای کاهش یا محدودتر کردن حملات احتمالی اسرائیل به راه انداخته، اما حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس، با اشاره به سفر ناموفق عباس عراقچی به 6 پایتخت منطقه میگوید برای دیپلماسی خیلی دیر شده و سایه جنگ بر منطقه افتاده است.